سلام و درود به شما خوبان بیننده های نهایت گرامی برنامه پله کرسی. امیدوار هستم هر کجا هستید خوب خوش و سرحال باشید و کانون گرم خانواده در کنار دوستان فامیل و همه اعضای فامیل. اما یک موضوعی که پله کرسی ان شاءالله گرم باشه، یک موضوعی که از کرسی و پله کرسی گفتیم، گرمی خود کرسی یک طرف، اما گرمی حضور دوستان در کنار کرسی بحث بسیار مهمی هم هست، طوری که مشاهده میکنید در یکی دیگر از برنامه های پله کرسی در جمعی از بزرگان و بزرگوارانی هستیم که با کولهباری از تجربیات هستند و خاطرات دوران کودکی، برف بازی ها، شوخی ها و بازی گوشی هایی که در کرسی بوده انشالله صحبت میکنیم، خاطراتشان رو میشنویم و انشالله بشه که ما هم همین فرهنگ کرسی و شب نشینی های خودمانی رو انشالله رونق بیشتر بدیم. دوستایی که در کنار ما هستند حتما بیشتر صحبت میکنند. جناب ایسب که می‌خوایم پرسونه بکنیم، جناب عیسی، از گرمی کرسی و خود کرسی بگیم که در زمستان چقدر میتونه ما رو دور بر هم جمع بکنه. زیاد محبت زیاد در همین گرمی کرسی همه مردم علاقمندم، به خصوص مردم محسن سفید که بخیز زیادتر علاقمندم که به کرسی باشن، جای نا گرم باشم، ملایم باشم، نرم باشم، کمپل پتو لافت که دارم هم گرم و ملایم باشم. همیشه گرمی محبت هم هست، گرمی وجود هم هست، هر دو نفته یا به همی کرسی. در کرسی در این شبای زمستان همیشه که هستن قصه بلند دراز قدیم مردم میکردن، بعضی ها آسانه میگفتن، بعضی ها میامدن دوتار میزدن، بعضی ها میامدن بد میخوندن، بعضی ها کتاب میخوندن، آدم هایی که دانشمند بودن و باسواد بودن کتاب میخوندن. همی کار کرسی از حال نیا خیلی دیرینه در بین ما مردمه. بیرون شهر و داخل شهر همی یک مروج خاصی بوده از سابقه، بسیار ایام بوده که در همی کرسی بوده، حتی ایتا کرسی های پیشرفته هم قدیم نبوده، شاید یک چوبای خیلی ساده بوده، یا به دور هم جمع میشدم میگرفتم چهار پنج نفر همی شیشته بودم، یک پتوی لحافت هرچی که داشتم بود مینداختم بله پاق هم تو میشیشتم، دکدان هم به حساب تو پر از خروج بود، خروج دار همو گرم بود دیگه با همو اختلاط میکنم. حالی هم ما امروز تشکر میکنیم از استاد که امشب همه ما رو بخواستن به همین کرسی، دعوت کردن به همین کرسی و به همین نشستن همین دوستار میبینیم. بسیار خیلی خوشحال هستم، بسیار خیلی خوش شدیم، تشکر میکنم از اینا که ما رو دور هم جمع کردن. از شما هم تشکر میکنم که بیامدیم همین برنامه رو داوری میکنیم، امیر گردانی دیگه به دوی شما نه، از شما هم تشکر، یک جهان سپاس تشکر. ما و ایام سابق که بودیم وسایل و امکانات کمتر بود، خیلی ناچیز بود، خاطرات بسیار داریم ما از فرامون نشیبای بسیار ما دیدیم. مثلا وقتی که ما مکتب می رفتیم، ما 15 تا 14 تا بچه بودیم، هم از یک قریه می رفتیم به قریه دیگه به مکتب، اونا هر کدوم ما یک مرکب داشتیم که سوار بودیم می رفتیم به مکتب. اما متاسفانه که همون رقم ما درس می خوندیم، خوب درس می خوندیم، خوب کوشش می کردیم، خب پدرام هم همه بی سواد بوده، بازم همون هم کوشش میکردم، اونا با ما کوشش میکردم، ما بیتر درس میخوندم. اما بچه های امروز بسیار به نازدونه هم هستم، با موتور میرم، با موتر میایم، با موتر میرم، با باسکل میرم، سرک امکانات همه چیز هستم. بعضی وقتا میبینی که یک کارای عجیب غریب اجنا سر میزنم، یک کارای متعجب از اینا سر میزنم که ما والله حیران میشم، میگم به این نعمت اینا شکر نمیکنم، به این نعمت اینا سپاسگزاری نمیکنم، خدا رو مد نظر نمیگیرم که خداوند ما چه نعمتای سرازیر کرده که ما از همه اینا استفاده میکنیم، بازم میرم برات یک کارای بی خودی، یک میبینی سیگار میکشی، یک میبینی نسوار میکشی، یک میبینی دیگه کار میکنن. این بسیار ما به همین افسوس میخورم که باید این نعمتایی که امروز به ما مهیا شده، امروز مهیای به شهر ما، به غریجات ما، البته به غریجات هم همین نعمت ها زیاد عمل میسره، به هر خانه به غریجات عمل بیری برق سولر ها. ما ای توی خاش های بود، خاش ها رو خستک میگودیم، از اون خستک ها میگدیشیم چار چار تا میسخت، یا دیگه چوبایی بود اگه اونا رو میگدیشیم، یا بسیار همین کتم و زگه و همین رو میگدیشتیم، آتش میکردیم، ما یک خط برمیدیشیم نوشته میکردیم، مادر ما آتش میکرد، ما امور نوشته میکردیم. اما اینا باز هم درس کم میخونم نسبت به اون زمانی که ما کوشش میکردیم. متاسفم از اینا که چرا همینا به همین نعمت الهی پی نمیبرم. بعضی از اینا میبینی که آخر درس بخونده، تحصیل بکرده، فارغ صنف 12 میبینی از چوخه بکیشه اینا. باور به خدا بکن هیچ ما به خاطر ندارم، از سال پرس 42 میاد میدم که بم رفتم تذکری گرفتم میاد میدم، از سال 42 به این بر تا به همین لحظه که ما به غریجات ما ایتا نشد یک کسر به چوخون زده باشم. میبینه هر کلمه تو چوخون داره، بابا به چوخون هم افتخار میشه، به قلم افتخار میشه،
به دانش افتخار میشه، ایمانداری و پایداری به قرآن میشه که قرآن بیا تلاوت کن. زمانی که ما کرسی داشتیم و به کرسی میشیشتیم، دقیق یادمونه از صبح توشون که ما میرفتیم کار میکردیم به داخل صحرا و زمین، البته کارگری مردم نه، به زمین داشتیم، باغ داشتیم، گوسپند داشتیم، گاو داشتیم و مکتب میرفتیم. خاطرات بسیار خوشی که ما کرسی داریم، شوم که میومدیم به خونه همو غذا یا نون یا چیزی که میخوردیم، باز بعد از او پا کرسی میرفتیم میشیشتیم. اکثریت دوستا و بزرگوارا خصوصا پدرا و بابوها و اینا که میرفتیم کرسی میشیشتیم، وقتا درخت های زردالوی بود، با باغ ما میرفتیم از او درخت های زردالوی هرم میکردیم و چوبای خشک والده خدا بیامرز و قبلگاه خدا بیامرز اینا میامدن و چند تای دوره هم میشیشتن. دمیج بسیار آتش گرمی گرمی خانوادگی بسیار گرمی خوب داشت. دغه یو وخت بوز یک کاری بود، کتابهای بود به نام کتابهای لیلی و مجنون بود و کتابهای امیر ارسلان بود. اینو به پای کتابو و پای صحبت بزرگترا از ما که میشیشتیم، قصه خونی بود و کتابخونی بود تا به ساعت 9 بجه و 10 بجه. بعد از 9 و 10 بجه که بوز فارغ میشدیم، بوز زمانی بود که وقتای ما کرم پله بود، همین کوخوی پله، بوز میرفتیم از طرف شو، باز بعد از اینکه از کتابخونی نو خلاص می شدیم برای پلاپاکونی، یعنی حشر بود، از یک منطقه می رفتیم، مثلا به می قریه که ما بودیم یک قلی بود، مثلا 10 خونه یا 12 خونه یا 15 خونه، دیگه تا به شهر که می اومدیم هیچ خونه وجود نداشت، تماما همه باغ بود و صحرا بود و زمین بود. دیگه به می منطقه که ما بودیم، باز پلهور که ما پاک می کردیم همی تا شیشته نکم و واقعا وقتا خوردم بیدیم مور همی تا خوی میگیریفت، همی تا شیشته خوی میشدیم. یک وقت نگاه میکردن که صبح شد، مور به نماز جمع میکردم که وقت از نماز صبح شده. دوره تحصیل و دوره تعلیم زمان داوود خان خدا بیامرز بود، خداوند اونار غریق رحمت کنه، ما بسیار خاطرات خوشی داریم. استادای ما بسیار استادای پاک و بزرگوار بودن. مکتب و مکتب سینون و آزادون بود، خودم و به قریه ربات کبیلی و به قسمت پین و برده بودیم. از اینجا پیاده می رفتیم به اونجا، کتاب هم وقت ما کیف بکس چیزی نداشتیم، از اینجا جیرکا به کتاب و کتابچه انداختی بود به طب غل ما بود، پیاده می رفتیم به اونجا درس خور می خوندیم و باز بعد از درس که خلاص می شد پیاده می آمدیم به خونه. اکثریت وقتا هم دقیق بیاد منه کتابچه ما نداشتیم، همین سردانه ها زمین، پلای زمین که ویدک اینا قمزار بود، همین زمین رو میگرفتیم به دست و خموار میکردیم، همین حسابات ریاضی رو ما بروی همون حل میکردیم، یعنی شاگرد ممتاز بودیم. سنف هفت که ما بودیم، به سنف هفت دو نفر مور استاد انگلیسی مور خداوند بیامرز عبدالبنام عبدالله فرهاد بود، به انگلیسی ما دو نفر استاد میکرد. سال اول انگلیسی ما با هم دیگر دقیق میتونستیم انگلیسی، اما الان ما خوب دقیق به حساب انگلیسی میفهمم، اما الان میتونم اگر صحبت کردن نمیتونم ولی صحبت دوستار میتونم چی کنم و ایت به هم دیگر میتونم مکالمه سوویتی داشته باشیم و حروف انگلیسی هم کلا میتونم می چی کنم. دیگه خاطرات که خاطرات زیاده، کرسی بسیار یک چیز خوبه، دیگه کرسی یک فضای گرمه، خانواده که هست او زمان یک چیزی بود که چراغای موشک بود، همه چراغای بطن خیلی از اینا میرختم، دزالی بود یا چی بود، منده بود، باز پلیتگاه که داشت گوهرده میزدم با جون از این روشنهی بود و زیادتر باز از آخر های چراغ رکبی ها پیدا میشد و به همین منطقه که ما بودیم وسیله جا دید چه نبید. اگر اکثریت همین مردم باسکل داشتم، کلوانگ گرفتار بازی یا اسب داشتم و به حساب اسباخ یا خر استفاده میکردند و باسکل بود و موتر و موتورسیکل اینو خوب هم منطقه هیچ چی نبود. یک نفر به می قریم و به نام حاجی غلام سرور کوکم خدا به عمرز این موتورسیکل داشت، از این موتورسیکل های 50 سی سی خورتقا بود، گردن مرغوی می گفتم که بعضی وقتا که اگه منطقه اتفاقی می افتاد برای از این می گفتم که می آورد به این موتورسیکل، خوب می آورد به شهر و با پشت بوم هر کسی که خیلی پولدار بود رادیویی بود و لاسپیکرای و چوبا و ویزان بود که از طریق همون رادیو همون بلنگو اینا چی میکردم، همون صدا رسانی و امرسانی داشتم به مردم. افغانستان دوران بچگی ما که بود به واقعیت ایت بود که خود همین کرسی هم دلائلی دیش که یک در مردمان خیلی غریب بود، حتی ایزم جمع میکردن ما به زمستان که ایزم آتش میشد، و زمان برق و به خیری و ایت چیزا نبود، مردم هنمی کرسی بود که جمع میشدم، حتی برفا به بیرون برته بود، هنمی کرسی را اگه حتی چیزی هم نبود خور آتش میکردن به تمام چیز. اکثرا هنمی کرسی ها مارکنه با میکردن
زیر بو سوخته بود واسه کمی آتش لمبه میزد. یو منقال هم خیلی کم منقال دیش که آتش داخل منقال میکردم یه ادم کرسی میگذاشتم یا داخل خونار میکندم ایتا کرک میکندم همی آتش میرختم ما خود ما ضروری به چگی باور کنیم ایتا خیلی وقتا همی کنا پا ما یا سر پنجا پا ما میسوخت به خاطر از این که همی آتش ها میرختم داخل با بالخونا کرک میکندم منقال چیز نبید یکی یه لد بود که مردم از این استفاده میکرد در زمان های قدیم کرسی ها روزی باسته بود چیز دیگه هم که بوده که شبا جمع اکثرا همی مردم های اختلاط میکردن به قول یه کتاب میخوندن به دور کرسی جمع میشدن زمستان ها و زمان بندوران به چگی ها ما که یاد میدیم باور کنیم از زمین اول عقرب تا به بار که شروع میشد دالونا بود که بدم برفا برفا بس مینداختم دم دالونا بسته میشد به داخل دالونا ما میرفتیم آتش اگه خار آتش میکردیم این برفا از زمستون یعنی به سه ماه چهار ماه چی نمیشد ما خود ما پدر ما یختونه همین دیشتم انگار کنیم کارخونه یخ همون قدیما و همون یختونه بوده کار چپه شد همین زمان روسا کاش که می بود که شما رو میدیدیم همین یختونه رو میگرفتم به داخل همین گوسه بدایی بود میبافتم برفا کمی برید خلی میشد برف رو جمع میکردم منداختم به داخل از او خلی یک پایه های قوی دیش ایر برف نگاه میدیش تا به نوروز در دروازی از ایر بسته میکردم باز به می دیکنه های که شیر یک فروشی دارم با به زینا میفروختم سر نوروز امیر میفروختم برای از او این انگار کنه کارخونه یخ از او مردم بدوزمون همالی هم شاید بعض جا باشه آثار علایمی به منطقه شما هم بگوانون لیشه جیسه امیت جایی دیگه از برف او زمان ها که برف میکرد حال خما بزی دورو ما حقیقت برف ندیدیم که ایت برفی بباره مثل او زمان حتی ما به می وقتون بعضی وقتا یخ منداختم برف که کم بودم اون سالا همین او علم دادم به زمین های دیشتیم هم دور از این قودال بودم این زمین ها هر شو بالی از این او همین او جور علم کردم اینا یخ میبست این به اندازه یک متر اینا یخ میبست بعدا این رو به چنگک ها میکندم روزا چی رقم بود همین همسایی ها که بیکار بود اینا فقط همین والده ما برای از اینا قلور شیر قلور ترش میکرد میامدم چنگک ها دیشتم یه خور میچکستم باور کنیم به اندازه یک متر اینا قرص بود که یه خور با کش میکردم به داخل همین اختون دم یختونه میبستم با شب نوروز اینا رو میفروخت با میشید یک فروش ها که اینا رو میامردم با به خر اینا به مرکب انتقال میدادم میبردم طوری که جی صاحبا بزرگات فرمیدن خاطرات پله کرسی و جریان های زمستان و دوره همی ها و نشستا که لذت به خصوصی داره این شب می افتخار میکنم که افتخار از این پیدا کردم که در جمع از این بزرگا باشم و خاطرات از اینا ما مستفید شیم و قصه هایی که اینا دارن خاطرات که دارن ما هم بفهمیم و ببینیم و که چی جریان ها بوده خود به خیلی نخیه در گذشته ها باز گپا و خاطره و نشسته دوست ها و بزرگا بیشتر بوده در زمان حاله و شرایط حاله باز رسانه ها شد و موبایل ها شد و این جریان ها کمه که یعنی دوره میار کمتر کرده و کمرنگتر کرده دیگه چی خوبه که پس همه شکل همه جریانات سابقه با خود بگیره کرسی خود یک لذت و یک صمیمیت به خصوصی داره همه دوره همه همه با هم بودن همه نشستن خود یک کیفیت خاص خود خورداره دیگه بزرگا که خوب فرمیدن که به گذشته خاطرات از اینا قابل قدره که خاطرات دیشتم و خلاصه جریان ها امکانات کمتر بوده الحمدلله امکانات و شرایط و روزگار بیتره بمی حسابم کمیت جریان ها و امکانات ها و رسانه ها و اینا بیشتر شده ایش شکل سابق حال نیه و کمی کمرنگتر شده جریان ها بین میزفید ها مردم ها خانواده ها زمانی که سال 47 بود خب دقیق بیاد مانه دور هم دور کرسی میشیشتیم پنبه ها همی غوزه ها پنبه رو می آوردم جمع میکردم اینا رو چون همون دستگاه اینا نبود با دست اینا رو پندونی ها جدا میکردیم پنبه جدا میکردیم ساعت هم نبود وقتا خیلی کم بود سال 47 و 46 بعضی حسنه میگفتم بعضی قصه میکردم بعضی کتاب میخوندم
میوه خوشکم یا همی توت خوشکه لط کرده بود یا کشمش بود یا توت خوشکه بود انمی چیزا بودک دیگه با بعض دوستا دارم میشیشتم که خیلی شوخ بودم نیدیشتم و دیرم ازادم امو ست تیری خور به همو رقم تیر میکردم یک برنامه جلبتر که یک شبیات منه یک برادر دندون از ایداد میکرد من پا پلی کرسی ما خود بودیم امو برفتم یک کسر بیاوردم خدا انبوری همی انبورو میخکش بود که همی دندون که داد میکنم دندون رو بکشم متاسفانه تشخیص نداد همی دندون سالم رو کشیدم دندون سالم رو بکشید دندون که داد میکرد بوده بعد این که خلاص شد دکتر ماهری بود بعد این که خلاص شد این سرصدا ازی بیشتر شد که همی دندون که از ما داد میکرد این رو نکشیدیم بالاخره بازم به اون زمان به اون وقت جوانا شوخی های زیاد میکردم برای از این که دندون از این تشخیص نتونسته بکنه دندون سالم کنده باز بعض یا دیگه سر تنورا میرفتم تنورا گرم بود جوانا دیگه میرفتم و سر تنور پاک و داخل تنور میکردم خیلی مسائل لذت بخش بود دیگه برفای سنگین اون زمان میکرد همینطور خود میاد میدم یک حوز بود به نام حوز خوش محمود میگفتم منطقه ما به داخل همین حوز بچه ها میرفتن گله بزی میکردم که از بس یخو از برف تعطیلی ندیش همین چلر سر تا سر برف بود یعنی بچه ها میرفتم داخل همون حوز گله بزی میکردم یک قسمت خیلی کمی برابر یک تقریبا 50/50 میکنم که از مو یخور میشکستم که از مو از استفاده کنم قدیم کیت و وسایل ها و ایتا امکانات ها نبود دیگه همون او حوز بود و او حوز دیگه باز دوستا و از میرفتم از کوه از زیاره رواد پیزنده جان ما میگم 600 رو 600 رفت 600 برگشت یا خریزم می آوردم به امکانات های امروز و مدل روز هیچی وجود ندیشت و نبود به همون مردم خوش بودم دیگه هم لحاظ اهمیتی اهمیت بود هم لحاظ سلامتی بدن همه چیز بود برای مردم این تو مشکلاتی که امروز نبود بچه ها درس می خوندم ما خوب یاد منه که خود به مکتب بردیم امکانات نبود کیف و این چیهای کاله هست اصلا نبود به نام تبرق می گفتم چیزای علته و خلیته تیار میکردم به کفت ما میکردم انا اونا بود کتابا خود داخل همون میکردیم میرفتیم خیلی وقت ما خوش چبلی هم چبلی هم موتری بود کفش وجود ندیشتر رختم بیشتر یعنی رختای کرباس و قدیمی رو میگفتم همون رختای کرباس رو فرما بودم واقعا خوب خاطره شما بزرگوارا داریم دوستا و هر کدوم بمسند سال شما خاطره خوب من همیشه اوقات دوست دارم کنار این بزرگان نشسته باشم امو گفتن بعضی بزرگا گفتن که هر جا که دیدی مرد پیر پیشش برو پندی بگیر دل شما درد نکنه پیر نیم نام خدا جوانم دیگه این خاطرات خوب بیشتر هم روی همین زمستان دیگه هر کدوم خاطره چون وقت فصل زمستانه خاطره در از این کرسی ها و برفا و اینا اگرچه به سند سال من اوزر برفایی که شما صحبت کردیم من اوزر برفا ندیدم به سال 64 بود ما به تروندی میشیستیم اونجا هم یک چند برف پی در پی می دیدم که خود بودم مسجد می رفتم پدرم به نوعی کار می کرد خانواده آمده بودم پلیس ولی زندجان آمده بودن من اونجا دیگه فقط صبح به صبح وظیفه می بود که برف برفم برفا برفم برم مسجد باز خوب یک خاطره از این دارم که یک من نخود نخود گل خدا یک من کشمش اینا رو به تا تاق بگذاشته بودم بلندتر که دست ما برسه خود بودم باز مادر ما به پدر ما گفته بود که این کشمش رو باشه گاه خیلی بچه یک تا حال دیگه از مادر تنهایی نبودم جدا نشده همون دفعه اول بود گفتم امیجی باشه که هر وقت که میه از اینا بخوره دلتنگ نشه برای من اینا رو نشون دادم که این کشمش رو خود نگفتم چندیه خب بالاخره ما هم هر دفعه که داخل اون خونه داخل میشدم دلتنگ بودم دست خود میبردم یک چنگ از این نخوت آور میدشم باز یک چرخ دیگه میان چنگ یکیش میشه آور میدشم خلاصه ای که بعد از 10-15 روزی که اونا آمدن مادر رو سلکت دید که تمی خلیته یک سر نخوت یک سر کشمی پیشتر نیه گفت این کشمیش ها و نخوت اینا کجاش باشه بچه ها خواده تو آمدن گفتم نه گفتم اینا خود تو خود اینا گفتم نه من بیان یک چنگ بردشون خواه هر دفعه میموند یک چنگه بالاخره چنگ چنگ یک من نخوت و کشمیش رفتاش وقت کرسی ها میشه یادم از اون خاطره میه قبل از انقلاب ما به می برامون میشتیم
تولد ما به این برامانه. برف شد زمین ها برف کرده بودم وقت. باز پدرم گفته که خونه کاکان به سلطان میشته. گفتم که مگر این رسم رواج همین ما مردم ایرتی همینه که دیگه برفی بزنی میاد دیگه. باز یک کاغذ نوشته کردن من انشالله سن 7 ساله 8 ساله میتار بودم. گفتم اینا رو میبری در خانه. سو وقت چای بود. این چای هم حالی میبینم یاد میمیه به خونه کاکا و بعد یک میمونی دیگه تیار کنم دیگه برفی بزن میتونی. گفتم ها میتونی. کاغذ گرفتم آمدم از می سرک برامونی سرک روبرو شفاخونه ایوانات. خیلی درختان نوجو بود که بزرگوارا یا چما هست. از این برای آمدم به او تلفروشی ها که حال میگم اون سرک او سلطان میگفتم به می روبرو سرا حجی آقا صاحب خونه کاکام هم اینجا بود کمون دکتر صاحب حال ساختم اونجا کرد. آمدم دوران بچگیه خط آوردم هم درس ها تک تک کردم بچه کاکام آمد یک اول پرسی و گوبریم به خونه. گفتم نه می خط پدر مروان کرده من میرم. گو خط دادی و فرار میکنی. من خط دست ازی بچه دادم فرار کردم. حد درای رفتون دیدم بچه ها گل بزی میکنم برف بزی میکنم. من قرار خدا اینا مصرو شدم یاد من برف که منجی بچی واسطه بیامدم هدف می چی بود. وقتی که پسر کاکا من رفت به خونه کاکان گفت چیه گو خط بچه کاکان گفت با بلاتور برفی زد آه خیز کن دست رو سیاه میکن بری میکشی. او هم دست رو خوبم دیک سیاه کرد من رد مامد صدا کد آقای فلینه بسک اسم می گرفت. از یاد من رفت که من چی واسد آمدم بس دادم یاره امشالله یک ده قدم را که ای به من نزدیک شد دیدم میخنده هم که میخنده یک بار زن ما هشدار داد که فرار کو. من می جویم هم رد می تا برامون هم اینطور برد می آمدیم. برامون دکان ما بود رو بروش فخونه هم کوچه سیفیلا افسلی انا مونجی پدرم بلاش و گفت حال به منطقه رسیدم برو که کجا به پیار خوب که میمونه جور کنه. آه میمونه جور کنه. خاطرات بزرگات قصه کردن از قدیما چند خاطره هم ما داریم از کرسی چون برنامه پله کرسی هست. همه خاطرات خوش ما اینه که وقتی دوروبر هم جمع می شدیم موضوع کتابخانی بود. کتاب های افسانه ای وقتی که می خوندم ذهنیت ما اینقدر بود که همو فردا همو قصه که اونا می کردن همو کتاب رو می خوندم. فردا ما همو دیگه همو دکلمه می کردیم عبر همه کل کتاب رو وقتی که با آخرت فصل زمستان می رسیم کتاب خلاص می شد بالاخره همو به ذهن ما بود همیشه رو قصه می کردیم. دیگه موضوعات یخ و یخبندی ما به سال 70 به کوچه چوبخونه جاده جنوبی می شیشتیم. به قسمت خونه یک خندق بود این خندق به زمستان ها دیگه کاملا یخ می کرد. باز ما بچه ها روی همین یخ ها دیگه بازی می کردیم و بالاخره همو لخشک و همو برفیزی و اینا. یک نمازدگری بود یکی از دیگه هم بازی آمد یه می تو به می حالت و لخش و اینا بود همین قسمت وسط خندق بشکست یعنی یک پای برفم داخل. بعد قیق میکشید که بیا دست مر بگیر. من گفتم اگه من بیا میجی شاید پا من برم داخل. بالاخره همون تو پتو بسته کردیم با مو زمان بچگی بالاخره از اینجی بکشیدیم. دیگه خاطرات خندق شد و یک زمان مکتب میرفتم بالاخره مکتب گریز نبیدم مر به مکتب روان کردم. من به یک جای به خونه از اون فامیلا رفتم وقت قلورتریشا بود اینا. گفتم همین یک کیلو نیم کیلو قلوتروش به تمام خلیطه ها بود تور کشیده. گفتم اینا هم ببریم به خانه خو. و بین راه که ما آمدم ما گفتم اگه می قلوتروش ها رو به مقصد برسونم میگم تو به مکتب بودی یا به فضرا فلانی. ما برابر خندق خبر است اینا رو درد من دختم به خندق. خب خندق ها به زمان رنگ سبز داشت به مو و حساب اینا. همین خندق دسته زرد شد یک حالت بخو گیریم. خب بعد از این میبابنم به خانه بعد از 20 روز که فامیلا چرده بر هم جمع شدم. بعد گفتم بیشتر از اینا نبود که ما به شما روان کنیم. گفتم چی؟ گفتم قلورتوش دست فلانی ما قلورتوش کردیم. ما رو بخواستم که کچا کردی قلورتوش های گفتم اولا به قسمت جادی لیلمی هر پیش به گم شده به قلورتوش ها. به خیر باشیم همگی شما دیگه خاطرات خوش بزرگا شنیدیم. همین چند خاطری بود از سال 70 خیر باشیم. بسیار خوب. تشکر از همه بزرگواران و مهربانان. سپاسگزاری میکنم از شما خوبان که از ابتدای برنامه پله کرسی تا آخرین دقایق برنامه با ما بودید. یقینا خانه های کاگلی و دل های کانگریدی بزرگان ما که
وقتی صحبت میکنن سرتاسر از عشق و محبت و صفا و صمیمیت بوده و وقتی هم در حضور بزرگوارا هستیم و خاطرات خود بیان میکنن، ما به عنوان نسل جوان امروزی باید اینو بیاموزیم که بیایم همو فرهنگ و همو همدلی های قدیم بیشتر ترویج بدیم و در کنار همدیگر باشین. انشاءالله که پله کرسی زندگیتان گرم باشه و در کانون گرم خانواده فضای بسیار خوب و عالی داشته باشین. تا پله کرسی دیگر که باز هم برسیم خدمت بزرگان دیگر، همه شما را به خداوند مهربان میسپاریم. حرف اخیر ما، خداوندا بگیر از ما هر آن چیزی که تو را از ما میگیرد.